سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. به نمایندگی از روحانیون، طلاب و بسیجیان و پیشکسوتان تشکل تیپ امام جعفر صادق خدمتتون هستم. حضرت آقا، بسم الله الرحمن الرحیم. حوزه های علمیه جایگاه و نقش مهمی در تحقق انقلاب اسلامی ایران داشته و به درستی حوزه را مادر انقلاب نامیدند. همانطوری که حوزه های علمیه اصل و منشأ آغاز و پیدایش انقلاب اسلامی هستند، عامل مهمی در تداوم انقلاب و ارزش های متعالی آن محسوب می شوند. در تمامی برهه هایی که انقلاب با مخاطرات و تهدیدات مواجه شده، حوزه های علمیه به ویژه طلاب و فضلای جوان و مجاهد و انقلابی به اشکال مختلف در دفاع از انقلاب مقابل دشمن خارجی و عناصر فریب خورده داخلی پا به میدان نهاده و از نظام اسلامی محافظت نموده اند. دشمن با درک این اهمیت و جایگاه والای روحانیت تلاش می نماید تا برای پیشبرد اهداف شوم خود انقلاب اسلامی را از درون خشکانده و همان عاملی که باعث پیروزی و تحقق انقلاب شده را به عامل زوال نظام و انقلاب تبدیل نماید. از پیشران‌های آنتیتز انقلاب اسلامی در حوزه‌های علمیه خونسازی و تعطیل نمودن متعدد شاخص‌های انقلابیگری، تضعیف ظرفیت حرکت‌های انقلابی و جهادی پیشکسوتان جهاد و شهادت و خاموش نمودن شور و حضور انقلابی و روحیه جهادی و فرهنگ و تفکر بسیجی به عنوان عامل اساسی ماندگاری انقلاب اسلامی می باشد. آقای ما، امروز طلاب جوان و انقلابی و جهادی در میدانهای تبلیغی رزمی جبهه مقاومت و دفاع از حرم، حدود مرزی شمال و غرب و جنوب شرق، اردوهای راهیان نور و جهادی استانهای محروم و حوادث و بلایای طبیعی و مقابله با بحرانهای فکری در حوزه های علمیه به عنوان مهمترین سرمایه بالفعل و بالقوه نظام اسلامی نقش برجسته‌ای دارند و باید محور اداره حوزه علمیه باشند، به طوری که جهت حرکت تحول علمی مدیریتی حوزه ها باید به سمتی باشد که نهاد حوزه و روحانیت با الهامگیری از رشادت ها، شجاعت ها و شهادت طلبی ایام دفاع مقدس آمادگی همه جانبه برای مجاهدت در راه انقلاب و دین در طلاب جوانتر داشته باشند. اردوهای حفظ انسجام و آمادگی‌های دفاعی و انتقال حماسه‌ها و فرهنگ دفاع، جهاد و مقاومت و ایستادگی در مقابل دشمنان و اتخاذ برنامه‌های مسئولیت بخش فکری و سیاسی با محوریت پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برای طلاب جوانتر به منظور مقابله با بحران‌های فکری در حوزه‌های علمیه مع الاسف جانمایی نشده و متولی قابلی ندارد. آنجا که بر اساس اصل آتش به اختیار هم اقدامات جهادی و انقلابی در موقعیت‌های خاصی در حوزه‌های علمیه طراحی و عملیاتی می‌شود، گاهی به شکل بی‌رحمانه این حرکت‌های انقلابی و شور و حضور جهادی با فرهنگ افراطی‌گری مقایسه می‌شود. ضمن ارج نهادن به دلسوزی‌های مراجع بزرگوار و تلاش‌های صورت گرفته توسط مدیران و اساتید محترم در حوزه به نظر می‌رسد، یکم، ساختار مدیریت و نظام علمی و آموزش حوزه باید برنامه‌ای مشخص و عملیاتی برای حفظ، ارتقا و توسعه شور و حضور انقلابی و روحیه مقاومت و ایستادگی همه جانبه و حساسیت در مقابل دشمنان طراحی نماید، که لازمه این مهم نگاه تحولی در ساختار و سازمان مدیریت آموزش و تربیتی حوزه‌های علمیه است. دوم، لزوم ایجاد یک مرکز توانمند برای حفظ انسجام و مدیریت ظرفیت‌های جهادی و انقلابی و پیوند نسل اول و دوم انقلاب با نسل‌های بعدی و باز آرایش آن متناسب با رسالت انقلاب اسلامی و با نگاه به آینده از ضرورت‌های تحولی در حوزه‌های علمیه است. سوم، تیم متولیان اداره دستگاه‌های حوزوی نیازمند به تجدید حیات با تزریق روحانیون و فضلای جوانتر با شاخصه روحیه جهادی و انقلابی و توانمندی‌های علمی و معرفتی و بصیرتی است. چهارم،
تشکیل بدنه کارشناسی جوان از میان روحانیون و طلاب با شور انقلابی جهت بازنویسی سیاست‌ها، برنامه‌ها، مأموریت‌ها و راهبری تصمیمات با هدف تأمین نیازهای گام دوم انقلاب و تدارک برنامه‌های برزمین مانده گام اول ضروری است. پنجم، ترمیم شکاف نسلی میان مسئولان و مدیران و متولیان تدوین برنامه‌ها، سیاست‌ها، مأموریت‌ها و میان طلاب و روحانیون جوان و انقلابی آگاه به زمان و حوادث که از جرأت، جسارت علمی و قدرت ایستادگی و مقاومت بیشتری برای مقابله با دشمن برخوردارند. این شکاف نسلی درصد زیادی از ظرفیت‌های مادی، معنوی و انسانی نهاد حوزه و روحانیت را نه تنها به هدر می‌دهد، بلکه موجب صف‌بندی دو طرز تفکر در عرصه‌های علمی، مدیریتی، آموزشی و تبلیغی و بصیرتی در درون حوزه‌های علمی شده. و ششم، ایجاد پلی روانتر، مستمر و مؤثرتر بدنه جوان انقلابی و جهادی حوزه علمیه با حضرت عالی جهت تحقق جهاد علمی و دفاعی در عرصه‌های مختلف. آقا جان، در انتهای عرایزم حامل خواسته طلاب رزمنده و بسیجی و انقلابی و جهادی و حوزه هستم که خواستار دیداری با شما عزیز جان می باشند و سالهاست منتظر یک دیدار از جنس فرمانده و سربازان استشهادی شما هستند. ما همان نسل جوانیم که ثابت کردیم در ره عشق جگردارتر از صد مردیم. هر زمان بوی خمینی به سر افتد ما را دور سید علی خامنه ای میگردیم. خدایا خدایا از عمر ما بکاه و بر عمر رهبر افزا. و السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله.